28 سپتامبر 2012، 7 مهر ماه 1391. لغو رسمی برچسب تروریستی سازمان مجاهدین خلق توسط وزیر خارجه وقت آمریکا. بزرگترین کارزار مقاومت ایران در سطح بین المللی علیه بزرگترین توطئه دیکتاتوری آخوندی به پیروزی نهایی رسید. در نتیجه این کارزار حقوقی و تاریخی که 15 سال به طول انجامید، راهمند تروریستی علیه مقاومت مشروع مردم ایران برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی در هم شکست و وزیر خارجه وقت آمریکا هیلاری کلینتون با گردن نهادن به حکم بی‌سابقه دادگاه استیناف آمریکا نام مجاهدین و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران را از لیست های تروریستی آمریکا حذف کرد. یک هفته بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز حذف اسامی شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتش آزادی بخش ملی ایران و انجمن دانشجویان مسلمان را از لیست های مختلف تروریستی رسمیت بخشید. صاحب نظران این پیروزی بزرگ و تاریخی را در اعداد پیروزی مصدق بزرگ در به کرسی نشاندن حق مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت کشور و از افتخارات ملی و تاریخی ملت ایران توصیف کردند که دامنه تأثیرات حقوقی و سیاسی آن از مرزهای ایران فراتر می رود. پیروزی در کارزار لغو برچسب تروریستی که حتی وکلای حقوقی مجاهدین آن را امری ناممکن می دانستند، نتیجه یک تلاش خستگی ناپذیر فشرده به مدت 15 سال بود که خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، آن را هدایت و رهبری کرد. در ژوئیه 2010، دادگاه استیناف واشنگتن طی حکمی نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی وزارت خارجه را مشمول نقض آیین دادرسی شناخت و اعتبار مستنداتی را که وزیر بر اساس آنها نامگذاری مجاهدین را حفظ کرده بود زیر علامت سوال کشید. دادگاه به وزیر خارجه دستور داد لیست گذاری مجاهدین را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه بازنگری کنند، اما وزارت خارجه در مقابل حکم دادگاه سیاست بلا تکلیف گذاشتن را اتخاذ کرد. مهلت 180 روزه ای را که قانون مشخص کرده بود نادیده گرفت و تا 600 روز هیچ اقدامی برای اجرای حکم دادگاه به عمل نیاورد. در مقابل مقاومت ایران طبق یک رویه حقوقی که سابقه ای نادر داشت، بار دیگر به همان دادگاه مراجعه کرد و با درخواست رسیدگی فوری طبق قانون دستور اجرای حکم موسوم به مندیمس که اجرای آن از 210 سال پیش تا کنون سابقه نداشته، خواستار شد که دادگاه خود مجاهدین را از لیست خارج کند یا دست کم زمان محدودی را برای وزارت خارجه مشخص و مقرر کند. دادگاه هم شکایت و هم رسیدگی فوری به آن را پذیرفت و روز اول ژوئن 2012 حکم خود را صادر نمود و مقرر کرد که اگر بازبینی مورد نظر دادگاه در فاصله 4 ماه، یعنی تا اول اکتبر 2012 انجام نشود، رأساً مجاهدین را از لیست حذف می کند. رسیدگی و صدور حکم قضایی در شرایطی صورت گرفت که در صحنه سیاسی آمریکا لشکری از برجسته‌ترین سیاستمداران و نظامیان آمریکا در سخنرانی‌ها، اطلاعیه‌ها و شهادت‌های خود تأکید کردند که مجاهدین هیچ ربطی به تروریسم نداشته و ندارند و ادامه این لیست گذاری فقط به خاطر استمالت از دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران است. همزمان تحسن یاران اشرف نشان و ایرانیان آزاده در مقابل وزارت خارجه آمریکا و کارزار بین المللی مقاومت ایران برای خونسا کردن توطئه های رژیم و وادار کردن دولت به اجرای حکم دادگاه در سراسر جهان ادامه داشت و بیش از 5000 پارلمانتر در 5 قاره جهان نیز در این کارزار سهیم بودند. شایان ذکر است که برچسب زدن به سازمان مجاهدین خلق ایران در 8 اکتبر 1997، 16 مهر ماه 1376 توسط دولت بیل کلینتون به عنوان یک ژست حسن نیت به رئیس جمهور جدید حکومت ایران محمد خاتمی شروع شد و در قدم بعد شورای ملی مقاومت ایران را هم در بر گرفت.
هفتم مهر ماه 1361 شهادت مجاهد شهید معصومه یزدانلو. مجاهد شهید معصومه یزدانلو خواهر کوچکتر رئیس جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی در سال 1338 در تهران به دنیا آمد. از سال اول دبیرستان با راهنمایی‌های خواهران و برادران بزرگترش و تحت تأثیر جو سیاسی مبارزاتی حاکم بر خانواده با مسائل سیاسی آشنا شد. او در سال 1356 وارد دانشگاه علم و صنعت شد و همزمان با تحصیل در رشته مهندسی صنایع در مبارزات دانشجویی نیز فعالانه شرکت نمود. پس از پیروزی قیام در ارتباط مستقیم با مجاهدین مسئولیت‌های مختلفی را عهده‌دار شد و در آخرین فراز زندگیش در بخش حفاظت سازمان عهده‌دار مسئولیت‌های مهمی شد. روز 13 فروردین سال 61 پاسداران خمینی پایگاه محل اقامت معصومه یزدانلو و همسرش مجاهد شهید مسعود عزت‌خواه را مورد حمله قرار دادند. سرانجام پس از چند ساعت نبرد و مقاومت مجاهد قهرمان مسعود عزت‌خواه به شهادت رسید و خواهر مجاهد معصومه یزدانلو در حالی که تیر خورده و در حالت اغما و بیهوشی بود دستگیر شد. او که از ناحیه گردن، فک و دست مورد اصابت 4 گلوله قرار گرفته بود با همان حال تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت. مجاهد شهید معصومه یزدانلو طی 6 ماه اسارت شکنجه های بسیاری را تحمل کرد و در برابر دشقیمان که برای اظهار ندامت و مصاحبه او را شکنجه می دادند تا پایان مقاومت کرد و هرگز تسلیم نشد. سرانجام در هفتم مهر ماه 61 در حالی که قدرت راه رفتن، تکلم و غذا خوردن نداشت و گردنش نیز حرکت نمی کرد به جوخه تیرباران سپرده شد. یاد معصومه امروز در عزم و رزم هزاران شیرزن اشرفی و بیشمار زنان میهن در صحنه های قیام و مقاومت برای آزادی زنده است. هفتم مهر 1360 شهادت مجاهد خلق ثریا ابوالفتحی. من تنها فرزند خانواده خوشنام در تبریز بودم. زندگی بسیار مرفه و خوبی داشتم. مادری داشتم که منو بیش از هر چیز دیگه‌ای در دنیا دوست داشت. خودم در زندگی هیچ چیز کم نداشتم. بهترین مدارس و امکانات تفریحی و رفاهی رو در اختیار داشتم. اما در کشورم چه می‌گذشت؟ می دیدم عده‌ای هستند که با من فرق دارند. اونها کسانی هستند که نمی تونن راحت به زندگی خودشون ادامه بدن وقتی که می بینند آزادی داره از مردم سلب میشه. دیگه روحم تحمل چنین فضایی رو نداشت و چیزی دیگه‌ای می خواست. راستی نامم ثریا بود. ثریا ابوالفتحی در سال 1340 در تبریز به دنیا آمد. او تنها 4 سال داشت که پدر خود را که یکی از مبارزان و هواداران پیشوای فقید نهضت ملی دکتر محمد مصدق بود از دست داد. با به حرکت در آمدن امواج انقلاب ثریا به دنیای مبارزه روی آورد. در سال 58 با عضویت در انجمن دانشجویان مسلمان تبریز در ارتباط با سازمان مجاهدین قرار گرفت. در فعالیت‌های انتخاباتی، فروش نشریه مجاهد، برپایی دکه‌های روزنامه فروشی، به عهده داشتن مسئولیت انتظامات مراسم و سخنرانی‌های مختلف، پرشور و مصمم تلاش می‌کرد. انگیزه‌های او و عشقی که با آزادی مردم و آرزوهایی که برای زندگی مرفه و پرآسایش آنها داشت نزد همرزمانش نمونه بود. هر کس میزان تلاش او را می دید از اینکه بی خستگی کار و تلاش می کند
لب به تحسین او باز می‌کرد. موسا خیابانی در آخرین نامش به مسعود به این حماسه چنین اشاره کرد: البته می‌دانم که چه درد و رنجی را تحمل می‌کنید. واقعا هم مشکل است. مثلا همین نامی شهید ابوالفتحی را از زندان به همسرش نوشته بخوان، واقعا دل آدم را آتش می‌زند و از این حماسه ها خیلی زیاد است. نمی‌دانم آیا روزی اصلا فرصت این را خواهیم داشت که اینها را برای مردم بازگو کنیم یا نه. رهبر مقاومت نیز در وصف قهرمانی ثریا چنین گفت: شرح شهادت و تیرباران خواهر قهرمانم ثریا ابوالفتحی در زندان تبریز به راستی اسطوره فراموشی ناپذیر است که یکی از شیواترین برگ‌های افتخار مجاهدین را در کسوت زن رشید و دلیر مجاهد خلق بیان می کند. زبان از تشریح متانت و شیفتگی عقیدتی این شیرزن مجاهد و شهادت افسانه‌ای‌اش در می ماند، آنقدر که دشقیمان و زندانبانان نیز خودشان غرق در احساس احترام نسبت به مقام والا و درخشان و پرشکوه قهرمان شهید ما ثریا ابوالفتحی می شود. هفتم مهر 1376، بمباران دو قرارگاه ارتش آزادی در کوت و جلولا توسط رژیم آخوندی. ساعت 7 صبح روز دوشنبه هفتم مهر ماه 76، جنگنده بمب‌افکن‌های رژیم دو قرارگاه ارتش آزادی بخش در منطقه مرزی را بمباران کردند. در این حمله 9 جنگنده بمب‌افکن فانتوم و تایگر که به بمب‌های 500 و 1000 پوندی مسلح بودند شرکت داشتند. بمب‌های استفاده شده از نوع ضد نفر و ترکشدار که برای کشتار جمعی به کار می‌روند بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی در همان روز در این باره مخابره کرد نوشت: وقتی رزمندگان مجاهد با پدافند هوایی واکنش نشان دادند، جنگنده‌های رژیم ایران قبل از آنکه فرصت کنند همه بمب‌هایشان را مورد استفاده قرار دهند، از منطقه گریختند. آسوشیتد پرس ضمن اشاره به سابقه این گونه حملات رژیم نوشت: نیروهای ارتش آزادی بخش ملی مصمم هستند کنترل کشور خود را از دست ملایان که از سال 1979 در ایران حکومت می کنند خارج سازند. هواپیماهای مهاجم با عبور از منطقه پرواز ممنوع شمال عراق خود را به این قرارگاه رسانده بودند. در اثر این بمباران‌ها هیچ تلفات جانی به رزمندگان ارتش آزادی وارد نشد و تنها خسارت‌هایی به ساختمان‌های قرارگاه فائزه در کوت در 170 کیلومتری جنوب شرقی بغداد وارد شد. دهم مهر ماه سال 1300، شهادت کلونل محمد طهی خان پسیان. ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نمی بینیم، اخلاف ما خواهند دید. بر ماست که آنها را از مرگ ذلت خلاص نماییم. آری، ما باید جانبازی کنیم. ما باید با هر کس که خائن به وطن است بجنگیم، ولو اکثریت تامه داشته باشد. بی شبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های سنگین خیانت را نابود سازیم. این کلام قهرمان میهن پرستی است که در دهم مهر سال 1300 شمسی به شهادتش رساندند تا صدایش را خفه کنند و ما اکنون از تقریبا یک صدا آن سوتر آن را میشنویم. کلونل محمد طهی خان پسیان سال 1269 شمسی در تبریز متولد شد. برای ادامه تحصیل به تهران آمد، وارد مدرسه نظام شد و در 32 سالگی به درجه یاوری سرگردی نائب گردید و پس از آن راهی اروپا شد و آموزش‌های هوانوردی و مکانیکی را در آلمان فرا گرفت. کلونل پس از بازگشت به ایران به ریاست ژاندارمری خراسان منصوب شد.
او در نوروز سال 1300 شمسی قوام السلطنه استاندار دیکتاتور و فاسد خراسان را دستگیر کرد و خود کفالت استانداری را به عهده گرفت. اما در فاصله کوتاهی اوضاع برگشت و استاندار مجرم در تهران به نخست وزیری رسید و با کینه ای که از پسیان به دل داشت کمر به قتل او بست. محمد طی‌خان پسیان دست به مقاومت زد و قیامی را به همراهی آزادی خواهان خراسان آغاز کرد. قیام خراسان با جنبش جنگل و قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز تقریبا همزمان بود. قیام هایی که بیانگر روحیه مقاومت مردم سراسر ایران در برابر استبدادگران بود. سرانجام روز دهم مهر 1300 شمسی، 6 ماه پس از آغاز قیام، پس از رشته درگیری هایی با نیروهای دولت مرکزی، کلونل محمد طی‌خان و همراهانش پس از ساعتها نبرد به شهادت رسیدند. مزدوران سر آزادی طلب و پرجوش پسیان را از تن جدا ساختند. کلونل پسیان در نامه پیش از شهادتش نوشته بود: مرا اگر بکشند، قطرات خونم کلمه ایران را ترسیم خواهد نمود و اگر بسوزانند، خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد. ترانه از خون جوانان وطن لال دمیده، سوگنامه عارف قزوینی در شهادت کلونل است. یازدهم مهر ماه 1360، شهادت قهرمان ملی پوش کشتی فرنگی ایران، مجاهد شهید هوشنگ منتظر ظهور. وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودند، که تباهی از درگاه بلند خاطرشان شرم سار و سرفکنده می گذرد. در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند. تاریخ ایران زمین سرشار از نام پهلوانانی است که قهرمانی را در ایستادگی در قهرمان سرشناس کشتی ایران هوشنگ منتظر ظهور است. هوشنگ یکی از ورزشکاران آزاده و از ملی پوشان سرشناس کشتی فرنگی ایران بود که با برخورداری از خصلت‌های مردمی شدیداً مورد علاقه ورزش دوستان به ویژه مردم اصفهان بود. این قهرمان مجاهد در 24 مرداد 60، تنها 2 روز پس از پیروزی درخشانش در مسابقه قهرمانی کشور دستگیر و مدتی بعد و پس از تحمل شکنجه های جانکاه، سرفراز و استوار، دفتر زندگیش را پاک و پاکیزه به آخر رساند. هوشنگ در آن مسابقات مدافع علنی سازمان مجاهدین و آرمانهای آن در برابر ارتجاع غدار خمینی بود. او در تجمع‌های گوناگون ورزشکاران در اردوی همان مسابقات با صراحت و شجاعتی بی‌نظیر از حقانیت مبارزه مجاهدین با رژیم صفاک خمینی صحبت می‌کرد و راه آنها را تبلیغ می‌نمود. شخصیت محبوب و سابقه نیک او حریم امنی در اردوی مسابقات قهرمانی برای او به وجود آورده بود. هوشنگ پس از دستگیری بارها تهدید و تطمیع جلادان برای پشت کردن به آرمان‌هایش را به ریشخند گرفت و سرانجام به علت پایداری بر آرمان آزادی و عدم سازش با رژیم و با تحمل شکنجه های فراوان در تاریخ 11 مهر 1360 در اصفهان به جوخه اعدام سپرده شد. به این ترتیب هوشنگ که پس از انقلاب تمامی امکانات خود را در اختیار مجاهدین قرار داده بود، جان خود را نیز در این راه نثار کرد و در آخرین کشتیش پشت ارتجاع حاکم
با همه جلادان و شکنجگرانش را نیز به بهای زندگی خود به خاک مالید و جاودانه شدن در خاطره مردم را نیز به کف آورد.